حسن روحانی که به هفته های آخر دومین دولت خود نزدیک می شود و چه بسا خواب رهبری نظام را نیز می بیند، مرتب وعده برداشته شدن تحریم ها را می دهد. اما همه طرفین مذاکره با ابراز خوشبینی بر باقی ماندن مسائل کلیدی و موضوعات دشوار تاکید می کنند. اصلا مذاکرات وین بر سر چیست؟ بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌های مربوط به توافق اتمی، ولی آمریکا همونطور که از این توافق امضا نشده به تأکید ظریف در فایل صوتی بیرون رفت، خیلی آسان می‌تواند برگردد و همونطور که تحریم‌های مربوط به این توافق به اجرا گذاشته شد، می‌تواند آنها را متوقف و لغو کند. یک نکته مهم در این مذاکرات همواره این است که بین اهداف طرفین تناقض وجود دارد. یک طرف می‌خواهد یاغی را مهار کند، ولی طرف یاغی با مذاکره در پی به دست آوردن فرصت و امکانات بیشتر برای یاغیگری بیشتر است، چنان که برجام نیز ثابت کرد. اکنون نیز با وجود همه تناقضات در مذاکرات وین، باز هم احتمال دارد جمهوری اسلامی همان گونه که 27 تیر 1367 جام زهر آتش‌بس در جنگ عراق را سر کشید تا به اعتراف خمینی در نامه معروفش روزی سلاح‌های لیزر و اتم داشته باشد و 23 تیر 1394 نرمش قهرمانانه کرد تا منابع مالی برای پیشبرد برنامه‌های اتمی و موشکی به دست آورد، حالا به ویژه پس از آنکه بارانی از موشک‌ها بر شهرهای اسرائیل بارید تا دهان طرفدارانش را ببندد، ممکن است به طور تاکتیکی کوتاه بیاید تا خبر احیای برجام و لغو تحریم ها را در آستانه رأی‌گیری 1400 اعلام کند. کشورهای غربی پیشتر نیز نشان دادند که حاضرند در چنین توافقهایی تبلیغات داخلی رژیم ایران را به روی خود نیاورند و اجازه دهند تهران هر ادعایی بکند. آنها گمان می کنند با این کار هم رژیم ایران می تواند دلش را به نمایش مشروعیت خوش کند و هم بار سنگین مسئولیت در برابر افکار عمومی غرب را از دوش آنها بردارد که چرا با یک رژیم نامطلوب و منفور مردم معامله می کنند. نتیجه رأی‌گیری هم نقشی در توافق احتمالی بازی نمی کند، زیرا سرنخ در دست ولی فقیه و سپاه پاسدارانش است. در این میان اما اروپا و آمریکا تا کجا حاضرند با رژیم ایران همکاری کرده و از محتوای توافق نگویند و راضی شوند که جمهوری اسلامی با صدای بلند در داخل اعلام کند تحریم ها لغو شدند بدون آنکه کسی بگوید در ازای چه؟ در یک توافق احتمالی جمهوری اسلامی از کدام مسائل ناموسی کوتاه آمده یا نیامده؟ کشورهای غربی چطور بر مسائل دشوار بسیار که این روزها مرتب تکرار می کنند غلبه کردند؟ کدام مسائل دشوار حل شده؟ چه داده و چه گرفتند؟ اگر مسائل دشوار حل نشده، توافق احتمالی چگونه به دست آمده؟ اگر هم توافق احتمالی به دست نیامد، برنامه اروپا و آمریکا چیست و در کجا قرار خواهند داشت؟ با جمهوری اسلامی یا با مردمی که نه به جمهوری اسلامی می گویند؟